برگزار مشتان جرگه در پیوند به گروه داعش پس از ولسی جرگه. نگرانی اداره سیگار در مورد افزایش تلفات نظامیان افغان. و افزایش تنش‌ها در مورد ایمیل های کلینتون در آستانه انتخابات امریکا. منم خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 9 عقرب سال 1395 هجری شمسی که برابر می شود به 30 اکتبر سال 2016 میلادی. مشروعی خبرها. رئیس مشتان جرگه می گوید که حکومت باید معلومات محرم در رابطه با داعش را با مردم شریک سازد. فضل هادی مسلمیار می گوید که جنگجویان داعش هنوز هم در ولسوالی پچیراگام ننگرهار حضور دارند، اما هشدار می دهد که اگر این گروه بر مومندره و منطقه توره بوره حاکمیت پیدا کند، ساحه نفوذ آن گسترش خواهد یافت و جلوگیری آن دشوار خواهد شد. از سوی دیگر اعضای مشتان جرگه برای خاتمه دادن به بحران سیاسی جاری و جهت روشن ساختن سرنوشت قرارداد امنیتی خواهان برگزاری لویه جرگه هستند. حضور رو به گسترش جنگجویان داعش در پچیراگام ولایت ننگرهار نگرانی مردم و اعضای شورای ملی را برانگیخته است. رئیس مشتان جرگه میگوید هرچند بر ضد داعش هنوز هم در پچیراگام عملیات جریان دارد، اما داعشیان هنوز هم در آنجا حضور فعال دارند و دست به کشتار مردم عام میزنند و خانه هایشان را با آتش میکشند. رئیس مشتان جرگه میگوید که اگر حکومت در رابطه با فعالیت های داعش معلومات محرمی دارد، باید آن را با مردم شریک سازد. پټ معلومات د زمونږ افغانستان حکومت سره یو دغه شکونه چې سناتور صاحب او نور خلکو سره دي، لطفا د حکومت نه متقاعده ده چې د ولس سره شریک کړي ترڅو د ګونګوسي حل شي، یا نه حق ګونګوسي یا به حق ګونګوسي ترڅو ملت تصمیم ونیسي. مامن درې په نوم باندې پاچین کې دوی پراته دي، پکې که دا درې دوی په واک ورکړ شي نو دا درې ډېرې پټې دي او ډېرې لنډې دي. سرحد ته بیا د دوی پټنځای او د دوی از سوی دیگر برخی از اعضای مشتان جرگه داعش و برخی از گروه های جنگجوی دیگر در افغانستان را پروژه خارجی ها می خوانند و می گویند که جهان نباید ترورستان را به خوب و بد از هم تفکیک کند. مردم افغانستان هم به یقین رسیدند که داعش، القاعده، طالب اینا پروژه های بین‌المللی هستند و که یکی پشت دیگری در این کشورها مخصوصا در افغانستان اینا تطبیق میشن. ما امیدوار هستیم که حکومت ما بیدار باشه و مردم ما هوشیار باشن. در افغانستان حکومت تپکار ده چی در داعش موجودیت نسی ستی فکر ونکی بین‌المللی طولین تپکار ده چی پده حق نباید در افغانستان در حکومت سر کمک و مرست وکی. نن که جلال آباد زوریجی یا غور زوریجی، بل ورد به افغانستان هر نقطه در جنگ و جگره به افغانستان دخل گوتونه قربانی اخلی. در جلسه عمومی روز یک شنبه مشتان جرگه بر اظهارات اخیر سران حکومت وحدت ملی نیز انتقاد شد و برخی از سناتوران برای پایان دادن به بحران سیاسی جاری و روشن ساختن سرنوشت قرارداد امنیتی خانه برگزاری لوی جرگه شدند. دغه بحران نه دغه ملک هم خلاص شي او موږ د دغه بې اتفاقه مشرانو نه دغه ملک بله لاره نشته چې وسیله یې لویه جرګه ده او د امنیتي تړون په ارتباط مو د لویه جرګه فیصله وکړي. ما تعجب به یې میکنم که سخنگویای ریاست محترم جمهوری و ریاست اجرایه همیش بعض مسائل از ادرس قانون اساسی کشور افغانستان صحبت میکنند. ما فکر میکنم که نه با چی جرأت نام قانون اساسی افغانستان میگیرن، در حالی که خود رهبران حکومت وحدت ملی ناقضین قانون اساسی افغانستان هستند. مشان جرگه در حال خانه برگزاری لوی جرگه برای پایان دادن به بحران سیاسی جاری و روشن شدن سرنوشت قرارداد امنیتی هستند که به باور مردم اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده است و ناامنی ها با گذشت هر روز گسترش می یابد.
برخی از کشورها میخواهند تا با تقویت گروه داعش در افغانستان جبهه تازه را بر ضد مسکو ایجاد کنند. آگاهان سیاسی میگویند که پس از سرکوبی داعش در عراق و سوریه اکنون برای این گروه در افغانستان زمین سازی میشود و میخواهند که از راه کشورهای آسیای میانه به سرحدات روسیه برسد. اعضای شورای ملی میگویند که پس از جابجایی این گروه در توربوره ننگرهار از بین بردن این گروه کار دشوار خواهد بود. توربوره ننگرهار که زمان مرکز نیرومند نظامی القاعده خوانده می شد، اکنون در حال مبدل شدن به مرکز تجمع گروه جنگجوی تازه ظهور داعش در افغانستان است. ظاهر قدیر نماینده ننگرهار در ولسی جرگه روز شنبه هشدار داد که داعش به توربوره نزدیک شده است و پس از یافتن جای پا در این منطقه پلان دارد تا به ولایت همجوار نیز رخ نکند. آگاهان سیاسی می گویند که پس از سرکوبی داعش در عراق و سوریه، اکنون تلاش های صورت می گیرد تا این گروه در افغانستان تقویت شود و برخی از کشورها میخواهند تا با این کار جبهه تازه‌ای را در برابر مسکو باز کنند. مناسب ترین و نفوذی که آمریکا در چند سال در افغانستان پیدا کرده و شناختی که پیدا کرده در مجموع از دوره حمایت مجاهدین طالبان، من فکر میکنم که آمریکا یقیناً روسیه را در آسیای میانه با استفاده از ظرفیت‌های تروریستی که متأسفانه در اختیار آمریکا در منطقه موجود است حتما زمینگیر خواهد کرد و دروازه ورودی به آسیای میانه افغانستان است. من فکر میکنم این نگرانی بسیار جدی. داعش از نظر کشورها یک پروژه استخباراتی کشورهای منطقه است، بنابراین اگر افغانستان نتانه اعتماد کشورها را جلب بکنه، همچنان گروه تروریستی داعش در یک سناریوی پیچیده و پنهان در افغانستان تقویت خواهد شد و افغانستان هم روابطش با کشورهای آسیای میانه و حتی روسیه و ایران و چین ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره. هرچند حکومت افغانستان از سرکوبی این گروه در ولایت ننگرهار سخن میگوید، اما نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه میگویند که داعش به عوض سرکوبی تقویت شده است. دلتا یو کال کی چې دې په ځل مبارزه روانه ده، په جنگ روان دي، خو ولې د منځ نه شي او ورځ په ورځ یتیږي. دا خو د چینوارو نه شروع شو، بیا کوټ ته راغی، د کوټ نه بیا چپره هر ته راغی او اوس په د چپره نه پاس په چیر کې دوی اوس مقاومت کوي، هلته موجودیت لري او دا ورځ په ورځ ویره داره چې نورو ولایت ته سرایتونه کوي. دا حقیقت دی او دا مصیبت دی. اعضای شورای ملی میگویند که برخی از کشورهای منطقه این گروه را حمایه میکنند و افغانستان در حال مبدل شدن به میدان رقابت میان قدرت‌های بزرگ است. اعضای مشورون جرگه از حکومت میخواهند تا این گروه را قبل از گسترش به ولایت دیگر در ولایت ننگرهار از بین ببرد و با این کار جلو جنگ نیابتی را در افغانستان بگیرد. داعش پروژه مستقیما روسان د خپل ځان د آینده د بقا د خطر جدی خطر په سترګو ورته ګوري او هغه د افغانستان کې فعاله ده، نو روسان مجبور دي چې خپل د دفاع په خاطر هر څه وکړي. یو سور څراغ دی د افغانستان حکومت ته چې له یوې خوا څخه طالبانو ته پاکستان حکومت جواب ورکړی دی او له بلې خوا څخه دوی د سوریه او عراق بدیل په افغانستان کې ویني. آیا دا امریکا د دې غمیزو مخه نسی نیولی؟ او که په خپله دوی هغه څه چې وړاندوینه کوي د هغه دپاره بستر هواری او د هغه دپاره زمین سازی کی؟ داعش تصمیم دارد که مرکز خود در افغانستان انتقال بده. ما فکر میکنیم که اونا صحبتهایی را که میکنن شاید پیش بینی هم کرده باشند و اطلاعات موثق هم دارند. این نگرانی ها از جنگ نیابتی تازه کشورهای منطقه در افغانستان در حالی است که حکومت وحدت ملی با مشکلات داخلی جدی مواجه می باشد و مقام های حکومتی آغاز به انتقاد بر یکدیگر کردند. در 8 ماه گذشته 15,000 سرباز افغان کشته و زخمی شدند. یک گزارش تازه اداره نظارت از پروژه های بازسازی آمریکا در افغانستان نشان می دهد که طالبان مسلط در 33 ولایت کشور نفوذ دارند و تنها در 8 ماه گذشته سال جاری 2.2% خاک افغانستان را تصرف کردند. بر اساس گزارش سیگار، افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان خوانده شده است و در کنار افزایش مهاجرت، بیکاری و گرسنگی، سرمایه گذاری های خصوصی نیز در حال فرار از این کشور هستند. در کنار نگرانی نهادهای حقوق بشری در رابطه با تلفات ملکی در افغانستان، افزایش تلفات نیروهای افغان متحدین افغانستان به ویژه ایالات متحده آمریکا را سخت نگران ساخته است، زیرا سیگار در گزارش تازه‌اش نگاشته است که در 8 ماه نخست سال جاری با 15,000 نیروی افغان تلفات وارد شده است
و این تلفات مستقیما در میدان جنگ به دلیل برخ ضعف این تلفات به گونه مستقیم بر میدان جنگ نیز تاثیر گذاشته است، زیرا طالبان مسلط توانستند مناطق بیشتری را تصرف کنند. در 8 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 10,000 نظامی افغان کشته شدند و 5,523 سرباز دیگر در جنگ‌های جاری زخمی شدند. و اگر حکومت افغانستان به این وضعیت رسیدگی نکند، دستاوردهای 15 سال گذشته در این کشور با تهدید از بین رفتن مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش تازه سیگار که به کنگره آمریکا پیشکش شده است، در آن آمده است که نیروهای افغان از یک سیستم پیشرفته مدیریت بحران برخوردار نیستند. به همین دلیل این نیروها در بخش جلوگیری از ناکامی ها و تصرف مناطق بیشتر بالای نیروهای آمریکایی اتکا کردند. جان سوکور با کنگره ایالات متحده آمریکا نوشته است که حکومت افغانستان در حفظ مناطق تحت کنترل خود نیز دست بالا ندارد. در 8 ماه نخست سال جاری 2.2% اراضی افغانستان از تصرف حکومت افغانستان خارج شده است. از 407 ولسوالی افغانستان 258 ولسوالی تحت تسلط حکومت می باشد و بر 33 ولسوالی دیگر طالبان نفوذ دارند و 116 ولسوالی دیگر میان هر دو طرف دست به دست می شود. گزارش سیگار در کنار ابراز نگرانی از وضعیت موجود در میدان جنگ، وضعیت بشری را نیز نگران کننده خوانده است و تاکید می کند که به دلیل پایین آمدن سطح سرمایه گذاری های خصوصی، وضعیت اقتصادی مردم نیز در حال بدتر شدن است. 15 سال پس از سقوط رژیم طالبان توسط آمریکا، افغانستان هنوز هم بدترین کشور برای زنان شمرده می شود. در حالی که سطح بیکاری، فقر، خشونت و مهاجرت بلند رفته و تعداد بیجا شدگان داخلی نیز افزایش یافته است، اما سرمایه گذاری در بخش خصوصی به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. بر اساس گزارش سیگار در مقایسه با سال گذشته میلادی، شمار پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی 83% بلند رفته است. با همین اکنون 85,000 پناهجوی افغان انتظار پذیرفته شدن در کشورهای اروپایی را دارند. آگاهان اقتصادی و اعضای ولسی جرگ امریکا را عامل تخریب شهرها و سرکا می خوانند. آنان در واکنش به گزارش سیگار در رابطه به تخریب سرکا می گویند که قراردادهای سرکسازی از سوی امریکا چندین بار به فروش رسیده است و سرکا با کیفیت پایین احداث شده است. آگاهان تاکید می کنند که اگر با افغانستان برای بار دوم در بخش سرکسازی کمک مالی صورت نگیرد، این کشور در بخش ترانزیت با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. سیگار یا اداره نظارت از پروژه های بازسازی آمریکا در افغانستان در گزارش تازه‌اش با کنگره آمریکا گفته است که به دلیل توجه نادرست حکومت افغانستان به سرک ها و ادامه فعالیت های تخریب کرانه گروه های مسلح جنگجو، تعداد زیادی از سرک هایی که به کمک مالی مستقیم آمریکا در این کشور اعمال شده است اکنون در حال از بین رفتن است. اما اعضای شورای ملی و آگاهان اقتصادی خود آمریکا را مقصر می‌دانند که این کشور قراردادهای سرکسازی را در افغانستان در چند دست به فروش رسانده است و به همین دلیل سرکهایی که با کیفیت پایین اعمار شده دوباره تخریب گردیده و بازسازی مجدد آن از توان حکومت افغانستان خارج است. در خود صدت امریکا خپلا در سرکو قراردادونه دیر زیادی امریکا کردی و در قراردادونه به خرسیده لیول اصنا دوام تا دوام ندریم تا اگر کیفیت در سرکو بده که خراب سه زکا پا انگلیسی که تا فلیپ وایی او قرارداد خرڅول په ټولو تدارکاتو هم د امریکا د افغانستان د اروپا منه دي چې قرارداد نه خرڅي. متاسفانه قراردادها به دست دو و سه و چهار تا فروخته میشه و بالاخره پروژه ها به کیفیت با پول بسیار کم به نقطه آخرش میرسه که ما از او بهره برداری خوب کرده نمیتونیم. هرچند آگاهان اقتصادی گزارش سیگار در بخش ترانزیت را نگران کننده می خوانند، اما تاکید می کنند که حکومت افغانستان و بخصوص آمریکا برای جبران اشتباهش باید کمک های مالی بیشتر کند تا با استفاده از این کمک ها سرک های کشور دوباره بازسازی گردد. ننگونی دی
د زمونږ جدي کار غواړي، د ولس نه، د حکومت نه، د نړیوال ټولنې نه، د شته هیوادونو نه. لیکن دا په دې معنا نه دی چې موږ تاسو مایوس شو ووایو چې موږ تاسو هدف ته نشو رسیدلی. هدف سخت دی، له شکه پرته ډیر زیات کار غواړي او زحمت غواړي. اما که چیرته دغه زحمت او دغه کار موږ تاسو ونه کړو، هیڅکله دومره لوی مقام یا دومره لوی هدف ته هم نشو رسیدلی چې افغانستان له دغې کنډوالې او له دغې ورانه ویجاړه هیواد نه بالاخره په یوه ترانزیټي هیواد باندې بدل کړو. مهمه دا ده چې افغانستان پیسې پیدا کی، پیسې ورکړل سي، دا سرکونه بیا ورغول سي او له سره جوړ سي، او هغه کسانو چې په دې کې خیانت کړی ده هغوی سرمالی ته معرفي سي او جزا ورکړل سي. این انتقاد آمریکا از کیفیت پایین سرکسازی در افغانستان در حالی است که بر اساس ارقام اداره سیگار، آمریکا از سال 2002 به این سو 2.8 میلیارد دلار را در افغانستان در بخش سرکسازی به مصرف رسانده است. موبنه والی ولسیرگم حکومت را مسئول هر گونه رویداد از سوی گروه داعش میخواند. ظاهر قدیر که در ولایت ننگرهار با رسانه ها صحبت میکرد گفت که داعش فعالیت هایش را در پچراگام سری ساخته است و برای حکومت نیز لازم است تا در برابر این گروه اقدامات جدی انجام بدهد. باشندگان پچراگام نیز میگویند که داعش ده ها خانه را آتش زده، بیشتر از 50 فرد ملکی را به قتل رسانده و ده ها تن دیگر را با خود بردند. پس از هشدار ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه در پارلمان در رابطه با گسترش فعالیت داعش در شرق کشور، اکنون بار دیگر وی از حکومت میخواهد تا عملیات بر ضد این گروه را به سرعت ببخشد. ظاهر قدیر میگوید که داعش پس از ولسوالی های اچین، هسکمین، نازیان و کوت، اکنون وارد ولسوالی پچراگام ننگرهار شده است و با تمامی نیرویش تلاش میکند تا خود را به طور بره نقطه استراتژیک این ولسوالی برساند. قدیر میگوید که باشندگان پچراگام در آتشی که از سوی گروه داعش افروخته شده میسوزند و هر گونه سهلنگاری حکومت در رابطه به این مسئله پیامدهای بدی خواهد داشت. داعش طول افغانستان تا گواخده، بلکه آسیا میانه تا گواخده. نو په دغه اساس باندې که حکومت توجه نکړي، بی توجهی وکړي، خپل د مسؤلیت نه غریز وکړي، سبا به ځوابګوي، ځکه چې دمدی ولس پر رایو راغلی دی، دمدی ولس پر رایو انتخاب شوی دی، او نن په دې ولس باندې اور بل دی او دا ولس په اور کې سوځیږي. دا د حکومت مسؤلیت ده چې دی ته رسیدګي وکړي. از سوی دیگر باشندگان پچراگام میگویند که گروه داعش به پیشرویش ادامه میدهد و هر منطقه را که تصرف میکند، خانه های مردم را با آتش میکشد و باشندگان آن را به قتل میرساند. آنان میگویند که در روزهای گذشته داعش ده ها خانه را با آتش کشیده، بیشتر از 50 فرد ملکی را کشته است و ده ها تن دیگر را با خود بردند. د شهیدانو دقیق شمیر چې داسې ونسته چې د 50 نه تر 100 پورې موږ لرو. یو نیم سلو په تعداد باندې کورونه سوي دي، مال غویان سامانونه هغې نه د هر څه وړي دي. او دوهمه خبره ده چې د دو سره موږ ته برمته کوونکي کسان د 40 نه تر 70 او 80 پورې موږ د دو سره برمته کوونکي لرو. زخمیان، شهیدان، دا ټول په دې کورونو کې پراته دي او موږ دومره نشو کولی چې حکومت دومره دا مخکې کړي. بیرته هغې نه شاته دو بیرته وروسته د حکومت بیرته دا د شان شاته کوي. دومره شاته کړي وي چې بیرته هغه مړو ته څوک نږدې کړي، هغه بیرته نور په مړه کېږي مغمره. در همین حال قماندان کل اردوی سیلاب در شرق کشور میگوید که نیروهایش در مبارزه بر ضد داعش موفق هستند و عملیات آنها بر ضد این گروه در ولسوالی های اچین، نازیان، هسکمینه و کوت ادامه دارد، اما به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی با کندی به پیش می رود. نورت تا تاسی تمالو و در سیطور گلی دی او ملکی تلفات و تباید مدیر زیش ولی در غوص می آوایت را غلی در سید ملکی تلفات مورد که او کدی عملیات و بجیان که بر اساس گزارش ها داعش در حال حاضر علاوه بر پچراگام در ولسوالی های کوت، هسکمین، نازیان و اچین نیز فعالیت دارد. خوشنود های ده ماه گذشته در برابر خبرنگاران بیشتر از خوشنود هایی است که در 8 سال گذشته علیه خبرنگاران صورت گرفته است. یافته های اداره حمایت از رسانه های آزاد نشان می دهد که در 10 ماه گذشته 377 رویداد خوشنط در برابر خبرنگاران ثبت شده است که بیشتر آن در ولایات هلمند، قندوز، فرا و اروزگان می باشد. نای حکومت وحدت ملی را در بخش مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها به ناکامی متهم می کند و ادعا می کند که در بیشتر موارد خود حکومت عامل خوشنط بر ضد خبرنگاران بوده است.
گزارش افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در 10 ماه گذشته سال جاری روز یک شنبه نشر گردید. در گزارش اداره حمایت از رسانه‌های آزاد آمده است که سطح خشونت در برابر خبرنگاران برابر با سطح خشونت در 8 سال گذشته بوده است. در این مدت 377 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است که 13 رویداد آن واقعه قتل می باشد. بر اساس گزارش 96 تن از خبرنگاران در کندوز، 75 تن در هلمند، 108 تن در فرا و 13 تن در اروزگان در نتیجه تهدیدها و فشارها مجبور شدند که از وظایفشان موقتا کنار بروند. همچنان در بخش‌های دیگر کشور نیز این اداره 85 رویداد خشونت را ثبت کرده است. در کل در 10 ماه سال روان یعنی سال 2016 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده. در 15 سال گذشته ما به صورت اوسط تقریبا هر سال 48 مورد خشونت را در برابر خبرنگاران ثبت می کردیم، اما امسال یک رقم تکان دهنده است که ما جدا توجه حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی را به وضع آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان خواستار هستیم. این اداره می گوید با وجود اینکه شورای امنیت ملی مقرره مسئولیت خبرنگاران را تصویب کرده است و همچنان رئیس جمهور در این بخش حکم خاصی را صادر کرده است، اما هیچ اقدامی در بخش مسئولیت خبرنگاران نشده است. مسئولان نیمی گویند که حتی خود حکومت در بیشتر موارد عامل خشونت در برابر خبرنگاران گردیده است. با وجود اینکه مقرره مسئولیت خبرنگاران از جانب شورای امنیت ملی پذیرفته شد و حکومت و رئیس جمهور پذیرفت، همچنان کمیته هماهنگی میان خبرنگاران، فدراسیون رسانه و خبرنگاران و حکومت ایجاد شده، حکم تازه رئیس جمهور در زمینه دسترسی به اطلاعات صادر شد، اما هیچگاه در سال 2016 تا کنون ما شاهد کاهش خشونت در برابر خبرنگاران نبوده. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید که حکومت در سال گذشته دوسیه‌های قتل خبرنگاران را بررسی کرده است، اما هیچ گامی عملی در این راستا بر نداشته است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد از حکومت می‌خواهد تا در ساحات درگیر جنگ به مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها توجه جدی داشته باشد. به دلیل اصابت مرمی هاون بر یک منزل در ولایت بغلان 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ولسوال بغلان مرکزی میگوید که ساعت 6 صبح روز یک شنبه یک مرمی هاون از سوی طالبان مسلح به سوی شهر پرتاب گردید، اما این مرمی بر یک منزل مسکونی اصابت کرد که در نتیجه آن 6 عضو یک خانواده کشته شدند. در میان کشته شدگان این رویداد زنان و کودکان نیز شامل هستند. خانه ملا مرزا مرمی اوان اصابت کرد که فامیل ملا مرزا به شمول خانمش 6 نفر طفل و 1 نفر خانمش 7 نفر به شهادت رسید و 1 دختر از او زخمی است و در بین از شهید شده 2 تا دختر است، دیگرش طفل است، بچه است که از 2 ساله گرفته تا 10 ساله و 12 ساله همش طفلای معصوم بیگناه را به شهادت رساند. کره مال شهرک صنایع غزنوی آغاز شد. این شهرک در دو فاز اول و دوم به هزینه 120 میلیون دلار در 4 سال آینده با مصرف مالی دولت افغانستان توسط شرکت‌های قراردادی خارجی اعمار می‌شود. شهرک صنایع غزنوی دارای 2300 آپارتمان بوده که در اقساط 5 ساله به متقاضیان توزیع خواهد شد. کار امور پروژه شهرک صنایع غزنوی که در دو سال اخیر به دلیل برخی مشکلات متوقف بود، به روز یکشنبه بار دیگر توسط وزیر شهرسازی و مسکن آغاز شد. این پروژه به مصرف 120 میلیون دلار ساخته می شود که هزینه آن از طرف حکومت افغانستان داده می شود و کار ساختمانی آن توسط 70 شرکت خصوصی به پیش برده خواهد شد. یک تفاهم بسیار خوب ما با سکتور خصوصی رسیدیم. یک مقدار پول حکومت افغانستان به این پروژه کمک کرده و با باقی مانده پول این شرکت ها 70 تقریبا 70 شرکت است که اینا سرمایه گذاری میکنن و یک جا انشاءالله بخیر پروژه را ما تکمیل خواهد کرده. کار امار این شهرک که در دو فاز اول و دوم آغاز شده است در مدت 4 الی 5 سال به بهره برداری سپرده می شود. حکومت افغانستان برای امار شهرک های صنایع غزنوی و شهرک بنایی 1 میلیارد افغانی اختصاص داده است که به اساس اقساط 5 ساله به شهروندان کشور توزیع خواهد شد. که یکی پروژه امروز است صنایع غزنوی و دیگر پروژه بنایی که در هر دوی از این پروژه در حدود 1 میلیارد افغانی
حکومت برای هر دوی از این پروژه کمک کرده. پروژه شهرک صنایع غزنوی که در سه کتگوری دارای 59 بلاک، بلاک های دو طبقه‌ای و شش طبقه‌ای با شیوه کرکاسی و تونلی می باشد که از مدت تقریبا دو سال تا به حال به دلیل تحولات اقتصادی کشور کار آن متوقف شده بود. شهرک صنایعی در سه بخش و 59 بلاک ده طبقه‌ای و شش طبقه‌ای اعمار می شود که کار 15 بلاک آن به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزیر شهرسازی همچنان می گوید که بلانس 16 ساله این وزارت در 4 ماه آینده تکمیل خواهد شد که این اقدام مانع فساد مالی در این وزارت می شود. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم خوش آمدید بیننده خبرهای خارج از کشور از کابل نیوز استیت. فیصله شریک ساختن بررسی های ایمیل های هیلاری کلینتون از سوی اف بی آی با کنگرس امریکا جنجال های تازه را در این کشور برانگیخته است. وزارت عدلیه این کشور به تازگی گفته است که به اف بی آی دستور داده بود تا معلومات در رابطه با ایمیل های هیلاری کلینتون را با کنگرس شریک نسازد، اما اف بی آی این مشوره را در نظر نگرفته است. در همین حال جیمز کومی رئیس اف بی آی از این فیصله دفاع کرده و گفته است که مخفی نگه داشتن این مسئله از مردم به معنای فریب مردم است. حکومت آمریکا از دیپلمات‌هایش در کنسولگری استانبول ترکیه خواسته است تا بنابر نگرانی‌های امنیتی اعضای خانواده‌شان ترکیه را ترک کنند. در هشداری که سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه به این مسئله نشر شده آمده است که تندروان ترکیه برای حمله بر آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند. واشنگتن یک هفته پیش نیز به دیپلمات‌هایش دستور داده بود تا از رفتن به سواحل ترکیه خودداری کنند. زلزله به شدت 6.6 درجه ریشتر در ایتالیا خسارات زیادی را به جا گذاشته است. گزارش‌ها می‌رساند که این زلزله به شمول چند کلیسای تاریخی ده‌ها ساختمان را ویران کرده است و گمان می‌رود که تعدادی از افراد نیز در زیر آوار این ساختمان‌ها گیر مانده باشند. مقام‌ها می‌گویند که تا هنوز آمار دقیق کشته و زخمی‌های این زلزله در دست نیست، اما ابراز امیدواری می‌کنند که تعداد قربانیان کمتر باشد. شدت زلزله روز یکشنبه در ایتالیا در 3.5 دهه گذشته بی پیشینه خوانده شده است. دو ماه پیش نیز زلزله در این کشور جان 300 تن را گرفته بود. مجموعه خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. الان نگهدار.